متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدین، خیلی ممنون از انرژیتون و از اینکه در کنار ما هستید، متشکریم. موضوع امشب ما خوانندگیه. چه بکنیم امشب؟ خوشبختانه همه ما ایرانی های ته صدایی داریم، هممون جنس صدای همدیگر رو دوست داریم، اما یکم باید بیشتر رو تحریرامون کار کنیم. تنها مشکلمون اینه که یکم خجالتی هستیم و توی جمع نمیخونیم، دوست داریم موقع خوندن تنها باشیم. طرف به محض اینکه میشینه پشت فرمون و استارت میزنه، کنسرتشو شروع میکنه، خودش میخونه، خودش صدای کف و سوت تماشاچی ها رو با دهن در میاره، به مقصد هم که میرسه با این ور دهنش میگه دوباره، با این ور دهنش جواب میده شرمنده دیگه رسیدیم. یکی از ویژگی های خطرناک حمام اینه که صدا توش میپیچه. آدم اولش یکم زمزمه میکنه، بعد میبینه اه چه باحاله، چقدر صداش داره جواب میده. آروم آروم اعتماد به نفس میره بالا و بعد سعی میکنه نقطه اوج محمد اصفهانی رو بخونه. اینه که طبق آمار روزانه بیش از حدود 1000 نفر از هموطنان ما در حالی که زیر دوش خون دماغ شدن و از حال رفتن به بیمارستان منتقل میشن. از این حیث پزشکان توصیه میکنن توی جمع بخونین که اگه یه وقت زمین گیر شدین یه نفر باشه یه قاشق سوپ دهنتون بذاره. خیلی پیش میاد که بچه داره گریه میکنه، بابا بالا سرش میخونه که ساکت شه، در حالی که اگه تحقیق کنید متوجه میشید در 98% این موارد اول بابای شروع به خوندن کرده بعد بچه گریه کرده. خیلی از آقایونی که اینجان اینجوری میکنن، جون ندارین همچین. در گذشته انسان‌ها ابایی از خوندن در محیط‌های عمومی نداشتند. طرف 24 ساعت سر زمین می‌خوند، یک کلاغ جرأت نمی‌کرد به محصولش نزدیک شه. کلیه آفات کشاورزی با همین خوندن‌ها فرصت رشد و نمو پیدا نمی‌کردند. الان چی؟ این همه مترسک هست، کود هست، سم هست، برو بیا، اما بازم تأثیر اون خوندنا رو در دفع آفات کشاورزی نداره. راجع به خدمات جدید اول مارکت در برنامه‌های قبلی گفتم، امشب هم بگم. سامانه 3x3.80 مربع، گوشی رو برمی‌دارین، می‌زنید 3x3.80 مربع، بعد کلید سبز رو میزنید، فهرستی از خدمات میبینید که میتونید انتخاب کنید. این سامان رایگانه و در این سامانه میتونید به راحتی هم شارژ بخرید و با خرید هر بار شارژ در قرعه کشی بزرگ هم شرکت داده میشید. اگر داخل اینترنت برید و از اولمارکت.ir اپلیکیشن دانلود کنید، رایگانه. در اونجا بیش از 50,000 اپلیکیشن وجود داره که دانلودش رایگانه. اولمارکت.ir 3x3.80 مربع. نمایش داریم، انرژی نداریم. توکرتم
اگه چیزی نگفتم تو خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصر ترکونده. اگه چیزی نگفتم تو خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصر ترکونده. اگه چیزی نگفتم تو خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصر ترکونده. جانی جانی همسرم، لطفا این دوتا رو از بین ببر. از بین ببرم؟ ببر. من باشه این رفتم که ببرم. ببینم شما آقای مدیری جان. شما اونجا نشستین، خب اینقدر اینجا میشینین یه گوشه از کار رو بگیرید اقلا. گوشه کار رو بگیرم؟ بله. خب شما این دوتا کلاغ نر رو میبینید که اینجا دارن برای ما قارقار میکنن، خب حداقل خفشون میکردید، زحمت پایین اومدن رو به من نمیدادین دیگه. این قضیه به من ربطی نداره، دوتا جوونن، دوتا آهنگم میخونن، چیزی نمیشه که. چه کارشون داری؟ چه کارشون دارم؟ یکیشون صداش مثل اره برقی میمونه، اون یکی هم انگار رفتی وسط بازار مسکر و هی دارن میکوبن. حالا مثلا خیلی از این خواننده‌ای که الان هستن مثلا چجوری میخونن مگه؟ وقتی همینا دو روز دیگه کنسرت گذاشتن، معروف شدن، میلیون میلیون پول در آوردن، التماسشون میکنی برات بخونن. چرا به ذهن خودم نرسید؟ به به، چه صدایی؟ اصلا صداتون نقطه عطف صداست. توکرتم. ببینتون برم. سلام علیکم. نگاه کن. از بچگی به مو میگفتم. خیلی فرصت طلبی، کثیفی. میدونم. ببین میخوام روشون سرمایه گذاری بکنم، دوبلشو ببرم. حالا ببین. الان برای پول پدرزنه کیسه دوختی؟ وای چه صدایی، چه تحریری. جنس صداتونو دوست دارم، مثل لالاییه. بله. خسته نباشی، تو کرته. قربونتون برم. آخه ما از بچگی به اون میگفتن نقطه عطف صدا. آره دیگه، بچه معلمو میگفتن عطف تو بابا. منم واقعا قربون عطفتون برم، اما حیف شما دوتا جوان اینجا نیست که همینطور ولو شدین، اونم با این صدا. میشه منو مهمون صدای گرمتون بکنین؟ تو کرتم. بله. اگه چیزی نگفتم به خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قسم ترکنده. وای وای، اصلا روحم جلا پیدا کرد. اما واقعا حیف شماست که اینجا بودین. شما نباید اینجا باشین، شما باید اونجا باشین. دیدی بهت گفتم یویو؟ دیدی گفتم تو اتاق عرسی خیلی خوبه، صدا میپیچه، اکو داره، فهمید جانی؟ دیدی گفتی؟ بله، من البته چیزی که من فهمیدم گله استعداد شماست، اصلا از چشاتون نبوغ داره شره میکنه میاد پایین. ببینم چه نبوغی داری تو. وای نبوغو، چقدر میزون و سرحاله. ببینید بچه ها، شما باید صداتونو به گوش همه برسونید. به گوش همه رسوندن صدا پول میخواد که ما نریم. ببین صدا به یعنی ما اگه صدا رو به تاریخ، جواب تاریخ رو چی بدیم؟ چی جواب تاریخ؟ هیچی. ما باید جواب نسلمونو چی بدیم که هنجره شونیم. وای یعنی صدای نسل یه هنجره. اصلا نگران نباشید بچه ها، من برای صداتون سرمایه گذار خوب سراغ دارم. ببینید لیایال، لیایال من، من صدا کرد چه قصه ها. بیا 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 که خوش اومدی، همکنون در بزنگاه تاریخ قدم بزن، قدم بزن، قدم بزن. حالا بشین، بشین، نگاشون کن. خب چی میبینی؟ چهار تا چشم از حدقه بیرون زده. بله، به غیر از اون آیا تو نبوغ و استعداد نمیبینی؟ نبوغ و استعداد؟ نه، کجاشه؟ کجاشه؟ اصلا ولش کن،
تو الان در یک بزنگاه مهم تاریخی هستی. این دوتا هنرمند جوان احتیاج به حامی مالی دارند. از صبح کلی داوطلب حمایت از اینها به من زنگ زدم. من به همشون گفتم نه، من یک حامی خوب میشناسم، یک هنرشناس، و اون کسی نیست جز لیایول. قیمت پایه 20 میلیون تومانه بده. 20 میلیون تومان برای این دوتا؟ اگر نمیخوای سر مال نزن لیلی خانم. بله بله لیگل، اتفاقا خیلی داوطلب هستن که از اینها حمایت بکنن. نمونش این مدیر ایرانی باشگاه اورتون، از صبح تا حالا 10 دفعه به من زنگ زده، کچلم کردم و بهش گفتم نه فقط لیگل. خیلی خوب، خیلی هم خوب. خب من که نمیتونم کمکی بکنم، بهتر به خود همون بگی. همسرم، هنرشناسم، مهربونم. من که میدونم خودت نمیتونی، اما پاپات که میتونه. فقط کافیه به اون زنگ بزنی، اونم چقدر هنر دوست و هنر شناسه. اصلا این صدا گفتم صدا. بچه بی زحمت بخونید برای لیگل. اگه چیزی نگفتم آفرین. ببین صدا رو دیدی؟ صدا کافیه، صدا رو دیدی؟ دلت میاد اون موقع تو؟ بهتره که امیدوارشو نکنی. ما نمیتونیم روی پاپا حساب کنیم اصلا، رو کمکای پاپا اصلا. ببین چرا آخه، ببین تو آخه نمیدونی الان کلی داوطلب هست. انگار موش آتیش زدین. گفتم داوطلب خودش اومدشه، جناب آقای مظفری. خیلی خوش اومدیم. با من بودین؟ بله بله بله. آقای مظفری، ما الان وسط یک مزایده بسیار مهم هستیم. میخوایم از این دو جوان حمایت بکنیم که صداشون رو به گوش جهانیان برسونن. مبلغ پایه 20 میلیون تومان. ما رو میگه ما رو میخواد رو ما سرمایه گذاری بکنه، ما بین المللی بشیم. 20 میلیون نبود؟ این الان مسخره بازی جدیده؟ جدید گفته قیمت جدید ارائه دادن 18 میلیون. 18 میلیون تومان یک، 18 میلیون تومان دو، 18 میلیون تومان. برای این دو تا عتیقه 18 میلیون، من 10 تا تک تومانی نمیدم. ده میلیون تومان پیشنهاد دادن. البته بهتره که این پیشنهادتون رو توی پاکت بذارید، ممهورش بکنید، من بررسیش میکنم. جانی اصلا تلاش نکن. ببین اگه پاپا رم بیاری روی اینا سرمایه گذاری نمیکنه. درسته که پاپای من میلیاردره و توی 8 روز دور دنیا رو گشته، ولی هشت میلیون تومان. 8 میلیون تومان یک، 8 میلیون تومان دو. یه نگاهی داشتن، این نگاهشون گفتش که 4 میلیون تومان. 4 میلیون تومان آقای مظفر یک، 4 میلیون تومان دو، 4 میلیون تومان بفروشن بهشون. بعد 4 میلیون تومان. یعنی 3 روز متوالی آدم با شما بگرده دیوانه میشه کامل. کارا چیه؟ آقا اصلا اینو بلش کن. آقای مدیری، شما نمیخواید با ما اضافه بشین؟ تمومش کن عزیزم، 3 دقیقه است داری. 3 میلیون تومان. 3 میلیون تومان مهران مدیری. 3 میلیون تومان یک، 3 میلیون تومان دو، 3 میلیون تومان. ببخشید من یک سوال، این مگه مزایده نیست؟ بله بله بله. خب چرا قیمت هی داره کم میشه؟ خب الان مثلا یکی بگه 500 هزار تومان. 500 هزار تومان. 500 هزار تومان یک، 500 هزار تومان دو، 100 هزار تومان. چی؟ 100 هزار تومان. خب این اصلا خلاصه. دیوانه، من دارم برای تو پول جمع میکنم، موقع تو خودت داری به من نخ میدی. جانی بسه دیگه، من میرم خونه، تو هم پاشو بیا. لیگل این دوتا جوون، این دوتا بلبل. لیگل من میگم که بد نیست به پدرت یه زنگی بزنی، پدرت ممکنه به ما کمک بکنه. خواهش میکنم جانی، بهتره تمومش کنی. بچه تمومش کردم. پیشنهاد منم فکر کنید، برای آلبومتون میتونم در یک پاکتی که مهر و موم شده یه دونه آدامس خرسی بهتون بدم در آلبوم جان. داداش بیخیال، فاده سرت. من خودم ادامه میدم. 100,000 تومن رو خارج بود. 20,000 تومن یک، 20,000 تومن دو. یعنی هیچکی نبود یه 2,000 رو ما سرمایه گذاری کنه؟ ولی چه بازی باحالیه این مزایده بازی، چه بازی باحالیه. بازی باحالی نیست، مزایده بازی خیلی بازی باحالیه. هیچکی سرمایه رومون نذاشت. من نفهمیدم، هیچکی ما رو سرمایه نکرد؟ نه نابغه، هیچکی نکرد. نفهمیدی؟ راست میگی تجارت شکست خورد. یه بار دیگه بزن، یکی دیگه،
یکی دیگه. اینجوریه که شکست میخوره. شکست بود. خب طرح یک تیر و چهار نشان اول مارکت با ارسال عدد 1 به 30 80 چه اتفاقی میفته؟ 90,000 تومان شارژ خرید دریافت میکنید، 2 در قرعه کشی بزرگ تیر ماه شرکت میکنید، 3 در قرعه کشی همراه اول شرکت داده میشید و به آزادی 110 زندانی تا پایان ماه رمضان کمک میکنید. ارسال عدد 1 به 30 80 با این یک پیامک براتون میاد، در صورت تمایل شما 10,000 تومان کسب خواهد شد. یه عده‌ای هم هستن که هیچ چاره ای ندارید جز این که توی مهمونی ها خوندنشون رو تحمل کنید. مثلا کافیه یکی بگه آقا ببخشید، اینا سری میزنن زیر آواز. از کجا معلوم اصلا میخواست اینو بگه؟ شاید میخواست فوش بده. اگر بهش بگی به به میگه خوشتون اومد، الان من یکی دیگه میخونم، بعد شروع میکنه. اگه نگی به به اینقدر میخونه که بگی به به. در این حالت معمولا مهمونا وسط خوندن اساتید با ایما و اشاره از همدیگه خداحافظی میکنن، میرن خونشون. بعضیا رو کلا نمیشه فهمید کی دارن حرف میزنن کی دارن میخونن. یعنی آدم فکر میکنه که طرف داره خاطره تعریف میکنه. بعد از 8 دقیقه که یه تحریر میزنه تازه میفهمی که این داشته میخونده. اینه که گاهی برای اینکه بی‌ادبی نشه به طرف میگن هر وقت داشتی میخوندی بگو که ما خوشمون بیاد. یه دم چنان عاشق خوانندگی‌ان که اصلاً تشویق و توجه دیگران براشون مهم نیست. اینا فقط دوست دارن بخونن. طرف تو عروسی رفته اون بالا داره میخونه، این پایین سر کرم کارامل دعواست، دارن چنگال پرت میکنن تو چش هم، همزمان 20 تا پسر بچه دارن ملق میزنن، اون داره میخونه. هر آهنگی که تموم میشه تعظیم میکنه، میگه خیلی ممنونم از محبت تک تکتون. آهنگ بعدی رو تقدیمتون میکنم به نام دوماد نگاهش نافذه. که تهیه و تنظیمش از خودمه. کاغذ میارن میدن بالا میگن بس آقا بیا پولتو بگی برو. دوتا اینجوری میکنه برام که کاغذ آورده و به خوندنش ادامه میده. اینجا کیا میخونن و صدای خوب دارن؟ اینجا بیاین معلوم میشه ها. 5 دقیقه دیگه معلوم میشه. بفرم. بفرم. شما فقط میکروفونا رو بالا بگیرین لطفاً. شما خودتون رو معرفی کنید. جمال عباسی. از کی میخونین؟ میشه 20 سالی میشه. 20 ساله میخونین؟ بله. به طور حرفه‌ای واقعا؟ نه بعد از کار تو حموم میخونم. نه جد. شما؟ کیانوش بهرامی. از کی میخونین؟ از نوزادی. شما چی؟ امین مرتضوی. یکی 2 سالی هستش. حالا واقعا جدی؟ نه جدی که نه، داخل منزل با این نرم افزارای کارایی میکنی. داخل منزل میکنی؟ بفرمایید. من بخونم؟ بله. میشه من آخر بخونم؟ چرا؟ میخوام ببینم چجوری میخونم. حالا که این ما خودمون این کاره ایم آقا. حالا که اینجوری شد اول بخونید. گر خون دلم خوری، گر خون دلم خوری،
ز دستت ندهم، زیرا که به خون و دل به دست آمده ای. مرحبا. بفرمی بریم بشینیم دیگه. نه بخون، گفتم آخر هر کی صدای خودشو داره. محلی هم میشه بخونیم؟ هر چی دوست داری. به نسیم کویت ای گل، به شمیم بویت ای گل، در سینه داغی دارم از لاله باغی دارم، با یادت ای گل هر شب در دل چراغی دارم، باغم بهارم باش. خیلی عالی. اینه چرا پرسیدی محلی هم میتونم بخونم؟ محلی هم بلدم، میخواستم لوری بخونم. یه لوری هم بخونم. لوری بخونی بله. بخون. بارو 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 نهه، بارو 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 نهه، دست فوه به دستم چش انتظاره. بله خیلی ممنون. بفرمایید. من یه درخواستی داشتم شما. جانم. من پدرم هم میخونن، اگه اجازه هست پدرم بیام به جای من بخونه. من هر چی دارم از ایشون دارم. پدرت بیاد به جات بخونه؟ نه میام تا ایشون هستم من اجازه میدم خودم بخونم. نه نه این میگن تا ایشون هستن که من نمیخونم. ولی این احترام خیلی احترام خوبیه، ولی چون اومدی تا اینجا و اینا بخون، ایشون هم کیف میکنن. بفرم. با اجازه. خواهش. هر جور میتونی بمون، من با تو سازش میکنم، هر بار میگفتم بمون، این بار خواهش میکنم. با درد تنها تر شدن، محتاج تسکینم نکن، تنها تر از من نیستی، تنها تر از اینم نکن. خیلی. چرا جدی ادامه ندادین ماجرا رو؟ امکانات نبود. نه واقعا، یعنی واقعا امکانات نبود. شما چی؟ پدرزن گلایل وجود نداشت. یعنی سرمایه گذار؟ بله. یعنی الان این سرمایه گذار باشه میخونی؟ نه متاسفانه. چرا؟ فکر کنم کاسته ها فقط خانومم بخرم. شما چی؟ ما که تازه کاریم، ولی باز همین مشکلاتی که هستی، مشکلات مالی. جدن حالا صدام خوب. شما صدای خیلی قوی و رسایی دارین. البته من اصلا داور نیستم، قرارم نیست داوری کنم، ولی چون پرسیدین میگم. و یه کمی تراش داده بشه و کار بشه و اینا، آره میتونه صدای خوبی باشه. پس خانومم راست میگفته. بله بله بله. خب چیز خاصی هست بخواین بگین؟ نه فقط برای شما آرزو سلامتی میکنم. و همچنین فقط یه چیزی، من مهران مدیری رو خیلی دوست دارم. قربون شما. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم، لطف داریم. شما چیزی هست بخواین؟ نه من تشکر میکنم از شما. متشکرم. شما؟ من همچنین تشکر میکنم از شما. ما امیدوارم که ادامه بدین و حرفه‌ای بخونید و خیلی خوبه همه چیز. راضی این که همه اینا پخش بشه؟ بله بله. خب که دستا رو فقط میبریم بالا اول برای ایشون. برای ایشون. برای ایشون. خب ایشون برنده شد. شما با اختلاف کمی دوم شدید. یک تبلت هدیه اول مارکت به شما، امیدوارم که همیشه موفق باشین. خیلی ممنونم، لطف کردین، لطف کردین، لطف کردین، مرسی. خب ادامه نمایش رو میبینیم.
عرض سلام خدمت حضار محترم. من ازتون خواستم امروز اینجا جمع بشین چون یه چیز خیلی ترسناک دیدم خانوم. چی دیدی گلم؟ دیدم آقا لالا و آقا یویو لبه پشتمون وایساده بودن، داشتن ارتفاع ساختمون رو اندازه میگرفتن. فکر کنم بخوام خودشونو پرت کنم پایین. دیدین آقای مدیری، خواهش میکنم دستبندتون رو بیارین و دستای من دستبند بزنید. من آدم کشتم، من قاتلم. ببخشید شما کیو کشتین؟ وقتی که روح دوتا جوون آزارده میکنی یعنی اینکه اونها رو به قتل رسوندی. من آدم کشتم، باید این مسئله رو بپذیرم. سازیانه هم بزنید. مرا هم تازیانه هم بزنید. ای بابا. نه ببینید، ما در واقع این نمای ساختمون رو دارن متر میکنن، رنگ خریدیم رنگ کنیم، اصلا قصد چیزی ندارن. دوتا کبوتر جا؟ دوتا گنجشک دوتا اره مخملی میخواستن صداشون رو به گوش جهانیان برسونن اما من نذاشتم. اوف فرمان. او جانی گل پسر، چه حرفیه میزنی؟ کدوم صدا کدوم هنر؟ هنر و صدا باید روح و صیقل بده، اینا صیقل که نمیدن هیچ سوهانم میزنن. شما همچین میگی موسیقی مثل اینکه اینا ده تا جایزه بین‌المللی گرفتن فردا برمیدارن اینجا رو میکنن استودیو. ببینید من مخالف هنر نیستم ولی موسیقی سطحی خیر. اوف بر تو. اوف چیه؟ ببین لیایول، خواهش میکنم ببین، گوش کن حرف من. اگر تو به پدرت زنگ بزنی واقعا کار سختی برای تو نیست، اما تحمل این وضعیت برای اونها قطعا کار سخت و دشواری. دارن احساسات شما رو جریه دار میکنن اونجور که هنر باید در راستای تعالی روح انسان گام برداره. احسنت. نه در راستای شکنجه روح انسان. آهرین. من اجازه نمیدم هنر به دستان بیکفایت این دو نفر نابود بشه و آلوده بشه. اوف بر تو. ایشون شاسیش هم جا خوردان. برو ببخشید، من یه سوال فنی داشتم. بفرمایید. اینجا کسی تیغ، چاقو، تیزی، کاتر نداره؟ آقا چرا به من نگاه میکنی؟ مگه من برداشتم؟ این روانیه. نگفتم دوتا یه چیزیشون میشه؟ دیدی لگه یا؟ این جوون میخواد تیغ رو رگش بسره، میخواد عاشقانه و شاعرانه رگش رو بزنه و خودش رو بکشه. اوف بر تو، بر من، اوف بر ما. واقعا میخواد با تیغ رگش رو بزنه؟ بله دیگه، مگه ندیدی دیگه. اما اگر تو یه زنگی به پاپا بزنی ممکنه جونش رو نجات بدی. خب من الان که دارم فکرشو میکنم اینا خیلی هم صدای بدی ندارن، شاید بشه یه کاری کرد. دلم نمیخواد که دوتا جنازه رو دستمون بمونن. نه رگ چیه، اینا میخوان اتاقو موکت کنن برای اون گره. چرا اصلا قاطی کردین شما؟ نه بعد ببینیم، ما نمیخوایم هنر متعالی در سراشیبی سقوط قرار بگیره، فقط هدف همینه. بله احسن بر شما. دقیقاً این دو نفر میخوان هنر رو به قهقرا ببرن، درسته؟ بله. تو انباری اینجا تناب جوندار هست؟ تناب دیگه واسه چی آقا؟ بابا من یه تناب خواستم همین. اینو ولش کن. گودرز لالا ازت خواهش میکنم گوش کن. زندگی من شوریست در حرکت دوار که با رنگهای بدی زیبا و دلفریبشان را دوست داشتنی و خیال انگیز کرده است. تو باید دقت بکنی، باید بعضی موقع ها موند و کشید. میکشیم با هم، میکشیم، منم پایم. کار تموم شد بیا با هم بکش. لیگل دیدی انقریبه که این دوتا جوون جونشون رو از دست بدن؟ مطمئنی؟ بله مطمئنم. خیلی خوب، فکر میکنم که واقعا درسته. آره این دو نفر خیلی هم صدای بدی ندارن. آره میشه یه کاری کرد. نه به نظرم من نمیخوام دوتا جنازه رو دستمون بمونه. جنازه چیه؟ اینا تنابو میخوان تو اتاق، میخوان تاب درست کنن. من من نمیخوام که دستام به خونه دوتا جوون بیگناه بیپناه شیرین عقل آلوده بشه. شاید هنر متعالی نداشته باشن اما یه ته صدایی که دارن. خانم خود شما 5 دقیقه پیش گفتی اینا هنرشون مبتذله و گوش خراشه. اوف بر تو. ای بابا، واقعا که داری سفزته میکنی. هنرمند هر چقدر که قدر ببیند
بر صدر نشیند. خب بله اینم درسته. پس سفسطه نکن. بله اومد. بله چیه؟ چی میخوای باش؟ ها؟ چی میخوای؟ مرگ موش. دو دیدی؟ نه نه دست نگه دارید، صبر کنید، شاید ما بتونیم براتون یه کاری بکنیم. من همینجا اعلام میکنم که من در حمایت از شما هر کاری که باشه انجام میدم. من هستم. منم هستم، باور کن که منم هستم. خواهش میکنم نرو، خواهش میکنم بمون با ما، بمون. این روانی بازی ها چیه؟ من نمیفهمم، کاری نکردم. نه اینا من قاطی. ببینید چند روزه تو خونه موش پیدا شده، من خواستم که در واقع مرگ موش بگیرن که ما بتونیم موش رو از بین ببریم. به خاطر این بفرمایید شما. تو کاری که داری میکنی میدونی چیه؟ چیه؟ تو نه تنها هنر رو داری میکشی، بلکه هنرمند رو هم داری میکشی. بله آقای مظفری، چرا داریم خودمونو گول میزنیم؟ من لیایل لیالستانی اجازه نمیدم که صدای این دهانرمن نابود بشه و همینجا عنوان میکنم که شما، بله شما آقای مظفری، انسان فرومایی هستید که میخواستید ما رو هم فریب بدید. شما به این دو جوان حسادت میکنید آقا. من آفرین آفرین. من حسادت میکنم؟ شما که تا 5 دقیقه پیش داشتیم به این دوتا ناسزا میگفتیم. 5 دقیقه گذشته آدم ها به خودشون مربوطه آقای مظفری. من همینجا حمایتم رو از این دو جوان اعلام میکنم و شما رو با وجدان خودتون تنها میذارم آقا. خانم منم میخوام حمایت کنم. اینجوری میگه. هر کدوم یه طرف میرن حمایت کنن. بله بله. اوف طولانی. ای بابا اوف چیه؟ ببین تو سعی نکن که موسیقی فاخر اونها رو زیر سوال ببری و فکر کنی که موسیقی مبتذلی دارن میخونن. متوجه. اونها هیچ وقت کپی نمی کنن. آفرین به شما عرصی جون. ارسلان جون موسو گرفتیم، اینقدر چاقه، بیا بریم ببینیمش. ببین کف موکت رو درست کردیم دیگه، واسه تاب سواری عالیه، بخوری زمین هیچی نمیشه. مشکلی داریم با من اینجا؟ چرا؟ حالا اعلام میکنم. یه اطلاع رسانی بکنم. کسانی که در دوره اول اتومبیل برنده شدن که دریافت کردن، برندگان سه دستگاه اتومبیل دوره دوم هم در برنامه‌های قبلی آمدن و مبلغ معادل اتومبیلشون رو دریافت کردن به خواست خودشون. در مجموع هم 1200 برنده تبلت و گوشی هوشمند داشتیم که اسم این دوستان در سایت اول مارکت دات آی آر نوشته شده که با اطلاع رسانی از طریق پیامک این هدایا به دستشون خواهد رسید. ارسال عدد 1 به 3080 شما رو به خانواده بزرگ دور همی پیوند میده. یه مطلبی هم بگم، چون باید تا آخر ماه رمضان صبر میکردیم که 110 زندانی رو آزاد کنیم، برنامه های بعدی سعی میکنیم این مراسم رو اجرا کنیم و در این کار خیر که همه شریک بودن ما هم شریک بشیم. طرف حوصله‌اش سر رفته مثل الان شما. طرف حوصله‌اش سر رفته میگه پاشید بریم شهر بازی. میگن نه اون سمت الان خیلی ترافیکه. یه نگاه تو اینترنت میکنه ببینه کجاها ترافیک نیست، بعد میگه خب بریم کنسرت. اینا همونایین که وقتی خواننده وارد صحنه میشه یه جوری جیغ میزنن که انگار همون سوار کشتی رنجر شدن. خواننده داره چهچه میزنه، این چشاشو بسته جیغ میزنه میگه دیگه نمیتونم. طرف پایه نوتو آورده رو سن کار بذاره، این گریه میکنه میپره از گردنش آویزون میشه. میگن بتمرگ، این اصلا کاره ای نیست، این پایه نوتو آورده. اینه که لطفاً وقتی احتیاج به هیجان شهر بازی دارین کنسرت نرین،
یا حداقل کنسرتی که توش پای نوت میارن نرین. بعدش هم وقتی ترانه‌ای که خواننده داره میخونه رو حفظ نیستی، مجبوری باش همخوانی کنی؟ اینا همه رو دیدین که میگم. خواننده میخونه باران تویی به خاک من نزن، این پایین میخونه بازم تو را به خاک سر مرا. از اون طرف یه وقتایی هم حق با تماشاچی است، طرف پول داده اومده کنسرت که یکم حالش خوب بشه، اما عملا اتفاقی اونجا نمیفته. نوازنده ها میان داخل، 20 دقیقه طول میکشه سازاشون رو کوک کنن، خواننده هم کلن اعصابش خورده، زل زده به گوشه سقف. بعد از نیم ساعت یه صدای دیلینگ میاد، همه دست میزنن. 45 دقیقه که میگذره خواننده بعد از خوردن یه کتری آب جوش میگه ها 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 فلان. خب بعد کنسرت تموم میشه، ملت همه دست میزنن که بازم میخواییم، اما مسئول سالن اعلام میکنه که شرمنده، استاد یک سانس دیگه هم اجرا دارن، حنجرهشون نمیکشه. ادامه نمایش رو ببینیم. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به 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 به. دوستان و همراهان گرانمایه، تنها صداست که میماند. آیا کسی هست که بتواند این یادگاری ماندگار را کتمان کند؟ نه هرگز. زهی خیال باطل. آیا میتوان جلوی بارش باران را گرفت؟ خیر نه. آیا میتوان به خورشید گفت نتاب؟ نه. آیا میتوان دوبال پرواز یک هنرمند را از او گرفت؟ نه. هرگز. بله. ما اینجا دور هم جمع شده ایم تا بار دیگر ثابت کنیم که هنر تنها نیست. ما اینجا جمع شده ایم تا ثابت کنیم که اگر دوبال پرواز هنرمندی را از او بگیرند، آن هنرمند هرگز نمی میرد. هنرمند نامیراست. اگر کسی فکر می کند که میراست، هاشا و کلن چقدر بزنم. تموم نشد این دیالوگ. سه ساعتو دارم حرف. اگر هنرمند فکر میکند، جمله آخر. ما اینجا جمع شده ایم دور هم. بله. اون این روانیه. بله. به 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 به. آفرین. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. البته میخواستن بگن که ما اینجا جمع شدیم تا کمک مالی مختصری رو برای این دو هنرمند فراهم بکنیم و این کمک رو کسی برای ما آماده کرده که اینجا در جمع ما حضور داره و اون کسی نیست جز منم. آقا اون منم. بیاین این علنگو تنها دارایی منه. این چی میگه؟ این هم نبود الان. ببخشید، ایشون یه مقدار جوگیر شدن و اون هنرشناس و اون کسی که قدردان هنر کسی نیست جز خانوم لیایول لیالستانی. جنی تو همیشه منو به سمت هنر و صفای درون سوق میدی. آه منم الان خیلی دلم خواست که سوار این قطار مهر و محبت بشم.
نشو الان کجا میخوای سوارشی هستنی؟ خب یعنی چی؟ من میخوام که از این تیریبان اعلام کنم که بدم. الان چی میخوایی بدی؟ نه ببین الان احتیاجی نیست به کمک های شما، اصلا هیچ احتیاجی نیست. لیا یولمن کاملا داره ایشون رو حمایت میکنه، این دو جوون رو، پس احتیاجی به شما نداریم. آخه فقط با همه این تفاصیل اگه اجازه بدین منم کمکم رو بدم. جانی بدم. جانی اجازه بده بذار کمک کنه، هممون باید در این کمپین هنری سهیم باشیم. بله بله، ولی کمکی که تو میخوای بکنی در برابر کمک لیگال من اصلا هیچه. نه این حرف رو نزن، هممون دست به دست هم دادیم و هر کمکی که میتونیم بکنیم رو در طبق اخلاص قرار میدیم تا بتونیم به هنر این دو جوان کمک بکنیم. بله منم با شما موافقم. آبجی همون من به عنوان اولین ابداع کننده ژستای زیر پوستی برای استفاده در پوسترها و کلیپ‌های موسیقی میتونم این ژستا رو بهتون تقدیم کنم. بله این ژست شماره یک منه. اسم این ژست است حاضری واسه عشقمون چی کار کنیم؟ فقط یه سه پرفروش امسال بوده ولی الان خیلی خز شده. خب اینو مجانی میتونم بهتون بدم. بده یایو من یه جا دیدم و پایان تلخی هم داره. آره لالا بذار حرف بزن. این جست شماره دوه سه منه. این جست اسمش هم هست خیلی کار تکیه، اسمش هم هست آخه دل من دل ساده من. آره بعد تم شکست عشقی 80% داره، درصدش هم قابل ارتقاه. آره اون جست شماره دو خیلی زیرپوستی بود، من نفهمیدم چی شد. یهو عید پریدی رو سگاه بود. جست شماره دو قابل پخش نیست. اگه دلتون میخواد. نه در راستای تعالی هنر قدم بردار. باش ناراحت شد. قیمت جان قیمتم گلم ناراحت نشو، بچه با چوخی کردن، خواهش بکنم برگرد. این جست شماره چهار منه. اسمش چیه؟ اسمش اینه عزیزم بگو برمیگردی. برگرد عزیزم. خیلی جست تمیزیه، تأثیر گذارم هست. گذاشت؟ بله خیلی تأثیر گذاشتن هم توی روحیه من، اما خب بهتره که اینو ول بکنیم و برسیم سر وقت لیایول. لیایول جان بفرمایید. خب از اونجایی که میدونم که هزینه های این کار خیلی بالاست و پول جمع کردن برای شما خیلی کار سختیه، من تصمیم گرفتم که یکی از ترانه هامو رایگان در اختیار شما قرار بدم. نه فکر میکنم اشتباه شده، منظورم اون کمک مالیه که از پاپا قرار بود بگیری، اونو بگو. نه جانی کمک مالی نه، حرفایی که تو راجع به هنر به من زدی روی من تأثیر گذاشت. حرف درسته، هنر با پول خریدنی نیست، برای همین من تصمیم گرفتم که یکی از ترانه هامو تقدیم بکنم. بابا لگل من حرف مفت زیاد میزنم. آفرین بله حرف مفت زیاد میزنی. ها این ترانه ایه که من میخوام براتون بخونم. دل من به دام اون چشمای ریزت بنده، اسیر نگات شدم، قیمت چشمات چنده؟ دلمو بردی به جنگت، دلمو بردی به جنگت، جلوی لوله تفنگت منو از چرا؟ از دلمو بردی به جنگت، دلمو بردی به جنگت، دلمو بردی به جنگت، جلوی لوله تفنگت
من از عشق تو نترسون، بزن اونو با فشنگت. خیلی قشنگ بود آبتی لالالو. ممنون. آره قیمت چشات چنده؟ اون تیکشو خیلی دوست داشتم. قیمت چشات چنده؟ خیلی خوب. قیمت چشات چنده؟ خیلی خوب. این تکی از وجودم بود که براتون خوندم. لیگل من تو با این تکه منو تکه 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 کردی. بذار برم که یه خورده فکر کنم ببینم میتونم تکه دیگه بسرایم برای این دو هنرمند. من رفتم. برو. آقای پرودوسر، الان برای اجرا کردن هنرمون باید چی کار کنیم؟ یک کلمه دیگه حرف بزنید همچین اینطوری جفپا میام تو دهنتون. چجوری؟ اینجوری. خب بیا پرودوسر نره تو دهن من، کی بره تو دهن من؟ خوشحالی الان نه؟ خیلی خوشحالم، یعنی با این زن خیلی خوشحالم. من دارم بال بال میزنم. لیای هول لیای هول. یا الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ یعنی چی الان چیکار کنیم؟ الان همه چی جست آماده است، جا آماده است، همه چی آماده است، تر آماده است، آماده این واسه ران کردن کنسرت. کجا؟ ران کردن کنسرت دیگه. الان همه چی؟ بابا من آماده هم. من حاضر، تو حاضر، این حاضر. خب بقیه همه حاضر. یا بقیه است نگو، کنسرت بس. یا اینجا میخواین کنسرت بذارین؟ بله اگه شما بذارین یه وقت کاری نکنین دیگه. البته یه کمک های از دستتون برمی اومد که انجام ندادید، دارمت. چه کمکی؟ یه رفیقمون هست این پشت میاد اینجا هست. کدوم کی؟ همون رفیق کی هست که میاد و میره هستش اینا. البته میدونم و پسر خوبیه، تهیه کننده موسیقیه. من گفتم یه جوری دستمونو بذار تو دست اون، بعدشم خب پورسانتیش هم گیرت میاد. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید به زندگیتون برسیم. یو باورم نمیشه. خب تو الان چته؟ چرا میخندی؟ من نمیخندم که، این گریه. من قیافم اینجوریه. دیدی چی گفت؟ گفت قیمت چشات چنده؟ نه نه نه، به اشتباه فهم میگه، گفت قیمت چشات چنده. نه نه، گفت قیمت چشات چنده. آره میگم که خیلی تاثیرگذار بود. میگم حرف پایانیمو بزنم برم؟ بزن. آره دیدی؟ کیو؟ هنر داره به قهقرا میره. خیلی ممنون. بله بفرمایید. ما داریم به کجا میریم؟ قهقرا. فهمیدیم داره به قهقرا میره. بفرمایید. قیمت با یه قیمت اینجا کم داره. قیمت چشا چنده؟ بفرمایید. یه دم هستن که صداشون فقط در استودیو قشنگه، یعنی به محض اینکه از استودیو میان بیرون در کمال تعجب میبینن که صداشون دیگه قشنگ نیسته. اینا معمولا وقتی بهشون میگی زنده بخون میگه ببخشید من سرما خوردم. خواننده عزیز در استودیو میخونه، بعد یه عده زیادی شبانه روز پای دستگاه‌های دیجیتال زحمت میکشن که صدای قشنگ شه. یکی خششو میگیره، یکی جیغا رو حذف میکنه، یکی اونجاهایی که نفس کم آورده رو درست میکنه، یکی فالشیاشو درست میکنه. یعنی اتفاق افتاده که خود خواننده سوار تاکسی شده، سیدیش تو ضبط بوده، پرسیده ببخشید اسم این خواننده چیه؟ بعضیام دلیل خواننده شدنشون
اینه که دعوایی نیستن، یعنی دقیقاً جملاتی رو که وسط یه بزن بزن سنگین استفاده میشه رو آلبوم میکنن میدن تو بازار. میگن که آهای تویی که صدام میکردی رفیق، به پر و پام نپیچ، چاقو دارم تو جیبم. این خونده شده. خب اگر مشکلاتتون در این حد حاده، برو بزن لهش کن. چرا آواز میخونی؟ قدیما اینجوری بود که آدم موزیک گوش میداد که حالش خوب بشه، اما حالا اینا رو که گوش میکنی تا سر دو نفر رو نکوبی لب جوب آرامش پیدا نمیکنی. اسمای بعد اسمای مستعار خواننده هامونم که اصلا واویلا، یکی هست اسم مستعارش یه موج تو رادیو 56 FM 104 یعنی. بعد خیلی ها میرن رو موج FM فرکانس ها رو هی بالا پایین میکنن، میگن چه نمیخونه. در گذشته معمولا یه به آخر سه حرف اول اسم کوچیک خواننده اضافه میکردن، اسمش میشد اون. مثلا کامران بود میشد کامی جون. البته این همه جا جواب نمیده. مثلا من اگه بخوام این کارو بکنن اصلا به مجوز نمیدن. مهمان داریم، چه مهمانی، از اون شلوغ پلوغای آسی که خودش فکر میکنه خجالتیه. جون سخت، با مرام، رفیق باز، کامبیز دیرباز. بفرمایید. این تشویق برای کامبیز کمه. خب خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، عرض ادب خدمت حضار محترم و بینندگان محترم. خوشحالم خدمتون هستم. ممنون که آمدی. قربان شم. این چه تیپیه؟ والا خدمتون عرض شد که من چون که به موتور سواری علاقه دارم و خدمتون عرض شد که چندین سالی که با موتور این منور میرم، تیپ موتور سواریه دیگه، یعنی یه جوریه که سعی میکنم که رعایت بکنم هم لباسشو، مسائل ایمنیشو. برای قشنگی نیست، برای ایمنی و این حرف هاست که اگر زمین خوردیم اتفاق خواستیم. ولی میدونی که موتور سواری خطرناکترین کار جهانه. متاسفانه بله، متاسفانه. ولی میشه یه خورده با رعایت کردن حالا لباس و کلاه کاسکت و اینا یه خورده از درصد خطرش کم کرد، ولی قبول دارم حرفتونو. یعنی آخه دیگه آدم لگنشو که نمیتونه ببنده. اینجاها رو میشه و کلر. نه، خطرش توی اینه که شما هر چقدر که شما رعایت بکنی مسائل ایمنی رو، اگر که اون طرفی که میاد به شما میزن رعایت نکنه، حواسش تو موبایل باشه، که این روزا متاسفانه من میبینم که از هر 10 نفر 11 نفر تو تلگرام هم پشت موتور، پشت فرمون. نه ماشین. من چون مثلا نزدیک ماشینا میشم، مثلا از پشت میخوام برم تصمیم بگیرم از چپش برم یا راست برم، تکلیفم روشنه. سر میبینم یه خورده این ور میگم خواب بیداره،
نزدیکش میشم میرم داره تلگرام چک میکنه پشت فرمون و خیلی کار خطرناک و بدیه و متاسفانه اگه اون به شما بزنه شما دو سر باختین دیگه که راکب موتورین. ولی یه سری لباسای جدید اومده آقای مدیری که توی خودش ایربگ داره، موتورای خود گرونه هم تو خودش ایربگ داره. آره آره آره، یعنی وقتی یعنی میخوری زمین میزنه بیرون. دقیقاً نه سخته. من میدونستم کار سختیه با شما صحبت کردم ببینم که سه ماه دارن فرار میکنن با اون ایربگی یکی بخوره ببینم در اون لحظه چه شکلی میشه. نه ببین توی لباس صرف باد میشه. یعنی یه زامنه مثلا جت اسکی شما سوار شدی یه زامنه ایمنیه، اون زامنه که قطع بشه موتور خاموش میشه، اینم یه زامن داره، اون که قطع بشه توی لباس صرف باد میشه. اصلا همه اینا کلا چه کاریه با مترو برو اینا رو این همه سختی نداره. خب کلا اهل خطری؟ نه اتفاقا نه، شما الان داشتین میفهمیدین که خودش فکر میکنه خجالتیه. نه واقعا فکر نمیکنم خجالتیه. خجالتی؟ آره. جایی گفتی که خجالتی هستی و میگم و خواهم گفت. آره. پس خجالتی؟ بله. آه خجالتی. بله. پس چرا اینقدر میگن مثلا یاغی هستی، اسیانگری؟ یاغی آخه به چه معنی؟ یعنی همون مدلی که هستی نه. دیگه شاید به خاطر شاید به خاطر اصلا این مدل یاغی نیست، خجالتیه. خدای یاغی هم من حالا یه نفرم که ایمنی رو رعایت میکنه شما بشه که نه این که عالیه که کلن میگم اگر تو الان خجالتی هستی من اصلا وجود خارجی ندارم، من اصلا نیستم کلن. نه من شاید به خاطر نوع نقشایی که حالا بهم پیشنهاد شده یا انتخاب کردم و بازی کردم شاید به خاطر ایناست که این شو ایجاد میشه، ولی اصولا آدم خجالتی هستم و استقبالم میکنم از این قضیه. بلاهایی که سر کامبیز دیرباز اومده رو بگم چند تاشو. خجالتیه چون سر سریال پشت بام تهران پرده گوش چپش پاره شد، سر سریال میکائیل 25 کیلو لاغر کرد، سر فیلم خاکستر و برف 14 کیلو اضافه کرد، از همه بهتر اینه، سر سریال نابرده رنج ترکش رفته تو جمجمش، خجالتی از بس. الان همه اینایی که گفتم درسته؟ همش درست. داری چی کار میکنی با خودت؟ اینا که خب اتفاق بود، ولی بدترین بلایی که سرم اومد اتفاقا 22 سال پیش بود، من بینیم عمل کردم، بعد اون موقع برنامه تلویزیون هفته ای بود، بعد بینیم عمل کردم، بعد وقتی که حالا کسی که بینی عمل کردم میدونم من چی میگم، وقتی چسب و اینا شما نباید بخندی، یعنی خیلی سخته خندیدن، خیلی کار سختیه، تا یکی دو هفته معمولا دستا رو میگیرن اینجا اینجوری میکنن اینا، حتما اگه که عمل کردش میدونی. شانس بعد من درست روزی که میخواستم ترخیص شم خورد به ساعت خوش آقای مدیری و من بیچارگی رو شب کشیدم، یعنی اون بلا هیچ وقت، یعنی منتظر بودم 22 سال که یه روز براتون تعریف کنم، بیچارش نمیتونستم نگاه نکنم. خب بابام گفت خب چرا نگاه میکنی؟ گفتم باید نگاه کنم چون یه هفته منتظر بودیم که نگاه بکنیم و نگاه میکردم همش اینجوری. اون شب خیلی بلای بزرگتر اینا گوشم. من معذرت میخوام واقعا، افتخار آقای مدیری. من معذرت چقدر از بابت من درد کشیده، ببخشید. چی دوست داری بپرسم؟ هر چی که دوست داری بپرسیم. اولین دستمزد 120 هزار تومان بود. شما کجا میدونی؟ میدونی؟ شما کجا میدونی؟ میدونی؟ برای کار سیاوش خانی یادش بخیر، ولی برای تقریبا 9 ماه تمرین و اجرا، یعنی شما ضربو تقسیم کنید خیلی خجالت آوری میشه، بنظرم نکنیم کار. خیلی کم میشه. با دستمزدت چی کار کردی؟ موتور خریدم. خب یه موتور کوبای روسی بود خریدم و علیرغم مخالفت پدرم، ولی خب اون چون دستمزدی بود که میتونستم دیگه خودم براش تصمیم بگیرم، خریدم و تصادف خیلی سختم کردم و دیگه مثلا چند سال سوار موتور نمیشدم تا
دیگه نزدیکای فیلم اخراجی ها که دوباره باز افتاد تو سرم و تا الان که خدمت. یه موتورای یادم یه دوره ای اومد به نام ایج. بله. چقدر خوشگل بود. 350 بود. آره موتورش 350 بود. ایج روستا بهش میگفتن. الان هم هست تک و توک. ولی خیلی موتور مردی بود. آره خیلی خوب. موضوع برنامه‌مون خوانندگیه. خب خدا شکر. یه جایی گفتی که اصلا دوست نداری خوانندگی نکردی و نخواهم کرد. نگفتم دوست ندارم. من استعدادشو ندارم. یعنی گفتم که یعنی هیچ وقت نخواستی امتحان کنی مثل خیلی از بازیگرا یا ولی دوبله رو دوست داری؟ دوبله رو دوست داشتم من دوست داشتم یه سری از در واقع شاخه‌های غیر از بازیگری رو تجربه بکنم. یکیش تدوین بود مثلا، یکیش دوبله بود، فیلم برداری بود. هر کدوم رفتم دوره‌شو مثلا دیدم، ولی دوبله رو هیچ وقت خب این اتفاق نه، چون که مثلا کارهایی که خودمون پیش می اومد بعضی از صحنه خراب میشد صداش و مجبور بودم خودم برم روی بازی خودم تازه صحبت بکنم، میدونم خیلی کار سختیه، چه برسه که مثلا شما بخوای رو بازی یکی دیگه صحبت کنی، و اینقدر سخت و دشوار بود که دیگه سمتش نرفتم، ولی دوست داشتم تجربهش بکنم. ولی صدام نه، هیچ وقت فکر نمی‌کردم مثلا صدای خوندن داشته باشم. من فکر می‌کنم که آقای مدیری آدم 24 ساعت بیشتر در طول شبانه روز فرصت نداره، و توی این قرنی که الان هستیم و قرن تخصصه، شما مثلا چه می‌دونم مثلا این میکروفون رو هم در نظر بگیری، این ابرش یه تخصص جدا می‌خواد، اینجاش تخصص می‌خواد فلان اینا، مثلا چند تا متخصص باید اینو کار کنن که بسازن. به نظرم این 24 ساعته خیلی غنیمته، و اگر من بتونم تو همین بازیگری از این 24 ساعتم استفاده کنم باید کلاه بزنم بالا. جسارت نباشه، شما خیلی عالی میخونین. من یعنی من نوکر شما هستم. من خیلی اتفاقا درست، حرف درستیه. آره ولی بعضی آخه استعداد دارم واقعا، حیف نخونن. یعنی برعکس حرف خودم رو دارم عرض میکنم، اگه طرف میگه آقا این نخونه حیفه واقعا. مثلا برزو ارجمند یکی از اون رفیقا و در واقع بچهای دانشگاه است که من همیشه میگفتم برزو کاش تو مثلا خوانندگی رو اینقدر جدی دنبال می‌کنی. آره صدا خیلی من خیلی دوست دارم خوندنش، اصلا صحنه رو دست می‌گیره. و حیف واقعا نخونه، ولی من احساس می‌کنم که من از این 24 ساعتم باید، چون شاید مثلا خیلی قوی نیستم در بازیگری، باید تمرین بیشتری بکنم بذارم برای مثلا بازیگری. برزو جان، کسایی که اسمشون اینجا میاد دعوت میشن به عنوان مهمان برنامه، تو آمدی به این برنامه و متاسفم ببخشید. خب یه جایی گفته بودی که بین تمام نقشایی که بازی کردی دو تاش رو دوست نداشتی. بله بله درسته؟ کاملا درسته. بله کدوم نقشا بوده؟ بخوام یه خود دقیق ترش کنم فرمایشتون رو، دو تا از پروژه ها رو دوست نداشتم که توش باشم. این معنیش این نیستش که تمام نقشایی که بازی کردم رو دوست دارم و خیلی عالی بازی کردم، نه. تقریبا میتونم بگم از تمام نقشایی که بازی کردم میتونم بشینم صفحه ها ایراد بگیرم، ولی معنیش اینه که اون دوتا پروژه رو دوست نداشتم توش باشم. ولی اگه اجازه بدین نگم، ولی خب مثلا یه راهنمایی میتونم بکنم. برنامه هاست که باید بگی. یه زمانی بود که من میگفتم خب من پرفروشترین فیلم تاریخ سینما رو، این افتخار رو داشتم که در واقع توش بازیگر بودم. بعد اون فیلمه که حالا اسمشم سعی میکنم نگم، این باعث شد که کم فروشترین فیلم تاریخ سینما رو هم باز این افتخار داشته باشم که توش باشم. یعنی هم پرفروشترین هم کم فروشترین. پرفروشترین منظور اخراجی ها. بله تو مقطع خودش منظور همین فیلمه که من دوست داشتم. که اسمش توش. حتما باید بگم. آره فیلم سرگیجه بود. سرگیجه. بله. البته دلایل خیلی زیادی بود، حالا امیدوارم ناراحت نشه آقای زریندست کارگردان محترمش، ولی دلایل خیلی زیادی بود که باعث شد که اون اتفاقی که دوست داشت خودش و ماها دوست داشتیم نیفته. ولی خب برای فیلم دوئل سی مرغ بله مکمل گرفت. نقش مکمل گرفتی. نه آموزشگاه زده بودی؟ آموزشگاه بازیگری؟ بله من یه دو سال رفتم توی شهر رشت، یک آموزشگاهی رو تأسیس کردم که مدیریتش با من بود، ولی این افتخار رو داشتیم که سرکار خانم رویا تیموریان تشریف می آوردن و درس می دادن به بچه ها. منم کنار هنرجوها لذت می بردم و دوره می کردم یه سری تمرین های تئاتری رو که حالا سالیان سال بود گذشته بود ازش. بعد از دو سال اومدم تهران، همون آموزشگاه رو در واقع ادامه دادم. آقای سیاوش طهمورث این زحمت رو کشیدن، یک سال و نیم در واقع به بچه ها درس می دادن تا اینکه
دو سه تا کار پشت سر هم میکائیل و پشت بام تهران و این حرفا شد که من به دلیل اینکه وسواس داشتم که حتما خودم بالا سر آموزشگاه باشم تعطیلش کردم. فعلا. درسته. اگر آموزشگاهت دو تا بازیگر مثل ترانه علی دوستی یا صابر عبر بیرون میداد افتخاری از این بالاتر افتخار بوده. اصلا یکی از این جمله خودته. بله بله، یکی از انگیزه ها می بود، چون شما بهتر از من میدونید که خیلی اتفاق بیزینسی نیست، یعنی خیلی درآمدی آموزشگاه بازیگری نداره که مثلا بگیم خیلی خروجی مالی آنچنانی داره. بیشتر عشق سر و کله زدن با جوونا و نوجوانایی که خود من هم یک زمانی این راه رو شروع کردم و نمیدونستم که چجوری وارد این حرفه بشم و تشخیص دادم که برم کلاس و خب من رفتم دانشکده مثلا، ولی خب خیلی نمیتونستن دانشکده برن و اون موقع هم کلاسای نبود. من یادم اصلا آموزشگاهی نبود زمانی که مثلا من سال 73 و 4 که وارد دانشگاه شدم، ولی سعی کردم گفتم چرا اگر که من بتونم یه بستری رو فراهم بکنم، یه پلی باشم بین همکارام، اساتید خودم و هنرجوهایی که روز به روز هم داره تعدادشون زیادتر میشه، کاسه چه کنم، دستشو گرفتن نمیدونم چجوری وارد سینما بشن، گفتم چه اگر بتونم این پل رو فراهم بکنم براشون که خیلی لذت بالایی میتونم ببرم، چه بهتر که یه کسی مثل ترانه علیدوستی، یه کسی مثل صابر عبر از آموزشگاه من بیاد بیرون و من بعدن تا سالهای سال افتخار بکنم به این قضیه. اسم ترانه علیدوستی و صابر عبر اومد، دعوت میشن که مهمان این برنامه باشن. چند سالته؟ من 41 سالم. 41 سال؟ بله. ازدواج کردی؟ بله. چند سال پیش؟ 17 سال پیش. و یه دختر داری؟ یه دختر دارم، 2 سالشه. 2 سالشه. بله. ای جان دست بزنیم بر دختر. قوی ترین حست چیه؟ خجالت کشیدن فکر میکنم، نمیدونم. قوی ترین حسم، من همیشه سعی کردم که استقبال بکنم از حس در واقع عشق، حالا عشق همه جوره، عشق نه فقط به همسر یا پارتنر، عشق به همه چی، عشق به کارم، به مردم، به حتی موتور سواری. یعنی احساس کردم که هر کاری که میخوام انجام بدم اگه که بهش عشق داشته باشم، یعنی واقعا باورتون شاید نشه که من مثلا دلم برای موتورم هم تنگ میشه، یعنی یه روز که سوار نمیشم مثلا دنبال بهونه‌ام که برم یه نیم ساعت الکی مثلا تو پارکینگ استارت بزنم. احساس میکنم که شاید این احساسه خود قوی تر باشه در من. خیلی رفیق بازی؟ خیلی نه، ولی دو سه تا دوست دارم که همیشه باهاشون هستم، دایره رفیقام کوچیکه ولی عمقش زیاده. دو سه تا کیه؟ سام درخشانیه، خب پژمان بازرگیه، خب که در واقع ما خیلی با هم دیگه رفیق هستیم سالیان و ساله، و حالا بچه‌های دیگه که بخوام اسم ببرم. پژمان حالش بهتره؟ پژمان خدا رو شکر خیلی بهتره. خدا رو شکر. آره. یه هفته بستری بود و دو تا از رگ‌های قلبش هم باز کردن و الان رفته سر فیلم برداری. بسیار خوب. چیز خاصی داری؟ اتفاق خاصی در زندگیت افتاده که فکر کنی که چقدر عجیب بوده و باور نکردنی بوده و هیچ منطقی برای توضیحش، هیچ توضیحی برای منطقش نداشته باشی؟ بله، من میتونم بگم، امیدوارم حرفم شعار نباشه یا خدا نکرده بد تلقی نشه، من تمام اتفاقاتی که تو این 15-16 سالی که بعد از تموم کردن دانشکده بازیگری برام افتاد، تمامش فراتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. نمیخوام بگم آدم ناامیدی بودم یا هستم، نه، ولی مثلا هیچ وقت فکر نمیکردم به اون سرعت با اولین فیلمم مثلا دیده بشم، سیمرغ بگیرم. همیشه خدا گفتم خدایا چی بود جریان، چرا حالا سیمرغ مثلا 10 سال دیگه میدادی اتفاقی نمیافتاد، ولی دمت گرم که دادی الان. ولی مثلا همه اتفاقاتی که افتاد همش عجیب بود برام، ولی سعی کردم که همیشه خدا بخوام اول ظرفشو به من بده بعد توشو پر بکنه که بتونم هضمش بکنم. چه چیزی رو در خودت فکر میکنی باید تغییر بدی؟ من زود عصبانی میشم، متاسفانه زود عصبانی میشم. بخوا گفتگومون رو تموم کنی؟ نه 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 بابا، من
22 سال صبر کردم واسه همچین لحظه آقای مدیر عزیزم. نه زود عصبانی میشم. الان 2 ساله که خدا بهم دختر داده، چون که بچه‌م دخترم هست خیلی دارم رو خودم کار میکنم که عصبانی نشم، یه وقت حرف بدی از دهنم در نیاد، چون احساس میکنم که اصلا جلوش نباید حرف، یعنی باید همه چی رو کنترل شده بگم. عصبانی میشدی چی کار میکردی اون موقع؟ قابل پخش نیست آخه، نمیدونم. خب اصلا ولش. آره. چه کاری هست؟ آره. توی بازیگرا به کسی حسادت میکنی؟ به تمام بازیگرایی که با مرحوم حاتمی کار کردن حسادت میکنم، به همشون. روحش شاد. آره واقعا علی حاتمی شگفت انگیز بود، یعنی الان که باز داره سریال هزار داستان رو پخش میکنه حیرت میکنه آدم تو اون سال ها یک همچین چیزی ساخته و دیالوگ نویسی او که شعر می نوشت واقعا و گفت اصلا بی نظیره، تکرار نشدنی. یا فیلم کمال الملک یا خیلی از کارش. بزرگترین رویات چیه؟ آرزوت رویات چشم به هم بزنم بینم دخترم 18 سالش شده و البته چشم به هم بزنی میشه ها، والا همه میگن اینو، ولی تو این 2 ساله که ما اینقدر چشم به هم زدیم همین فور داریم میشیم. خدا شکرت البته. ولی ببین 18 سال دیگه، 18 سالش بشه یعنی 16 سال دیگه. بله 16 سال دیگه همین فرداست، باور نمیکنی. امیدوارم. آره از یه سنی عمر یه جوری شروع میکنه به کنتور انداختن که آدم باورش نمیشه چه اتفاقی داره. امیدوارم. ولی من همیشه الان تو این 2 ساله خیلی فکر میکنم، یعنی اصلا زندگی یه جور دیگه شده برای من، به خاطر اینکه اصلا من آدمی نبودم که مثلا نگران مرگ باشم، بترسم از مرگ، نمیدونم. خیلی خوش بودم، الانم خیلی لذت میبرم از زندگی، ولی همش نگرانم که یه 16 17 سال خدای ما رو نبر، بذار من یه این بچه رو از آب گل در بیارم. خدای الان اینو دوست دارم این اتفاق بیفته. ان شاء الله همیشه سلامت باشین. همین ساعت خوشی که گفتی بر. سال 73 بود دقیقاً. بر میشه 22 سال پیش بر. دیروز بود 22 سال پیش بر. یعنی انگار که دیروز بود. خیلی عجیب. ما یه موزهی داریم که هر مهمانی که اینجا میاد یک هدیه به این موزه اهدا میکنه، به نام خودش ثبت میشه و بعدن فروخته میشه این مجموعه و خرج خیریه یا بیماری های خاص خواهد شد. چه چیزی به این موزه میدی؟ موتور والا من خیلی دوستش دارم، ولی اصلا قابل این حرفا نیست که شما بدید. ولی اگه میدونستم. نه هر چیزی میتونه باشه. فقط الان بگو. ما حتی میتونه یه فنجون باشه، میتونه هر چی، یه چیزی خاطره برانگیز، یه چیز قدیمی، یه چیز جایزه، یه چیز با ارزشی که دوستش. من یک جایزه بازیگری از تلویزیون دارم از شبکه 3، مال سریال تب سرده، برام خیلی عزیزه به خاطر اینکه با رول منفی، من تنها رول منفی که بازی کردم که خیلی منفی چرک بود همون رول پیمان بود تو سریال تب سرد که آقای افخمی شاید یادتون باشه، برای اون کار جایزه گرفتم. برام خیلی عجیب غریب بود که تو تلویزیون اصلا به رول منفی جایزه نمیداد. اون با وجودی که خیلی برام عزیزه، ولی اونو من تقدیم متشکرم. خیلی ممنونم که اولا یه چیزی بگم، همجوری اصلا الان به ذهنم رسید. نیاز 2 سالشه و الان یکی از آرزوهات این بود که 18 سالگی 20 سالگی 22 سالگیشو ببینی و حتما این اتفاق خواهد افتاد. تو رو خدا مواظب باش. چش. به خاطر همه اینایی که گفتی و به خاطر دخترت. بله. خیلی چیز عجیب خطرناک ترسناکیه موتور. بله. و من خیلی چیزای عجیب دیدم، خیلی حوادث بد. تو رو خدا همین مواظب باش. ببین آقای مدیر عزیز، همونایی که موتور دارن اصلا واقعا اینو اغراق نمیکنم. من تا قبل از اینکه نیاز دنیا بیاد خیلی وقتا کلاه کاسکتم سرم نمیذاشتم، چه برسه که با این لباس بیام جلو دوربین. یعنی انقدر من دیگه مواظبم که با این لباس منم میشستم جلو شما. یا از این چیزا بگی که ایربکات در میاد. کلی زحمت کشم ایربگم رو جا زدم. خیلی ممنون که
آمدی به برنامه ما. امیدوارم که اول خودت و خانواده سلامت باشین، بیش از بیش بدرخشی و آرزوهای خیلی خوب برات دارم. زنده باشی. متشکرم از دعوتتون، از گروهتون تشکر میکنم و منو بعد از 22 سال به این خواستم رسوندین که خدمت شما باشم و خدمتتون صحبت بکنم و خواهش میکنم که به در واقع کسایی که نیازمندن دور و برمون توجه بیشتری بکنیم. یک انجمنی هست به اسم کودکان پروانه ای بی، بیماری پوستی خاصی که بهشون میگن کودکان پروانه ای. من افتخار دارم که عضو کوچکی از این مؤسسه ای که در واقع کمک میکنن به این بچه‌هایی که حالا توان مالی ندارن که با این بیماری وحشتناک بخوام مقابله بکنن. خواهش میکنم که تا جایی که میتونید اینا رو دوست بدارید و هر کمک کوچیک هم که اگه میتونین براشون انجام بدین، منت سر همه ما میذارید و بزرگی خودتون رو اثبات میکنید. متشکرم. خیلی ممنونم. خب این هدیه اول مارکت، یک تبلت، یک سیم کارت اعتباری همراه اول و بیسکیک اینترنت رایگان. شش تا هم ایربگ توشه. سپاسگزارم. متشکرم که اومدی. ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. من اینو می‌ذارم اونجا، شما هم با موتور برام. آره. میشه نه آره، با موتور می‌تونی به احمد. بله. آره. خدمت تمام دوستان عزیزی که امشب قدم رنجه فرمودن در محفل ما، من واقعا صمیمانه تشکر میکنم و سلام علیک. انرژی تو نیفته یه دست جونم به این دستا، جونم باریکلا باریکلا باریکلا. قبل از این که بخوام دو سه تا آهنگ براتون بخونم، دوست دارم تمام دوستان عزیزم رو که در این مسیر کنسرت به من کمک کردن رو بهتون معرفی بکنم. دوستانی که صمیمانه در کنارم بودن. اول از همه دوست دارم که تشکر کنم از بهترین ترانه سرای این مملکت که بسیار 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 ترانه های زیبایی میگه، خانم لیایول لیالستانی. جونم به این دستا. رو منم بگو. منم بگو. اما نفر دوم دوست دارم تشکر کنم از پرودوسر این کنسرت که بسیار بسیار به من کمک کردن، آقای جانیار ملقب به جونی، خیلی قد بلند و طولانی. جونم به این دستا، جونم به این دستا. اما نفر سوم یه آدم بسیار مشری که بسیار بسیار به ما کمک کرد در طراحی این پرفورمنس، بسیار آدم حرفه‌ای و باحالیه. دوست دارم خیلی زیاد تشویقش کنی، جناب قیمت. دیدم یا منم بگو. اما نفر چهارم دریا خانم مضطرب، نوید چنگیز خان، قبل از اینکه کنسرت من شروع بشه داره گریهشو میکنه، واقعا یه بار دیگه تشویقش کنید. جونم به این دستا. یا منم بگو. اما یکی از دوستان بسیار صمیمی من که کنار من وظیفه آهنگسازی این کنسرت رو داشت، استاد مسلم موسیقی، بزرگ موسیقی، استاد لالا.
نه نه این داره جونم این دستا. بله خب بله من در جمعمون هنرمندان زیادی رو میبینم. به به یه هنرمند بسیار مردمی آقای کمدین مهران مدیری. آقا قدم رنجه فرمودی خیلی متشکرم. انرژیتون افتاده انرژیتون نرفته. اگه چیزی نمیگم به خاطر اینه که تو ذهنم چیزی نمونده. متاسفم از ذهنم. اگه چیزی نمیگم به خاطرم چیزی نمونده. متاسفم از ذهنم. خاکی قصر تکونده. داش من اگر ایشالله این سوت میکروفون بذاره میخوام که یه دو سه تا ترانه خیلی خوب براتون بخونم. یکی از ترانه های یکی از خواننده های بسیار خوب عزیزمون رو انتخاب کردم که امشب براتون بخونم. بله به من اشاره میکنن که باید تشکر ویژه‌ای بکنم از تهیه غذای گونی پناه که زحمت تدارکات این کنسرت رو کشیدن. لطفاً تشویقشون بفرمایید. بله بله شرمندم. به من اشاره کردن که کودک خردسالی به نام اردشیر 8 ساله گم شده. خواهش مندم اگر کسی اونو دید به اطلاعات خبر بده. اردشیر دادا پدر و مادرت ویتینگتن. بله بله این پراید کی رو پول پارک کرده؟ حسله ندارم اما همه ی قصه رو میگم. همه ی قصه رو حتی اون جایی که دوست ندارم. اگه عاشقت نبودم پانه میداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. اگه عاشقت نبودم اگه عاشقت نبودم پانه میداد این ترانه. بی خیال بد بیاری زنده باد این عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پانه میداد زهر مار هی عربده میزنه. جناب ارسلان مظفری هستن. جمع کنین مسخره بازی ها رو اینجا. من این سالن کنسرته. بفهمه بله بیرون. مثلا اینکه جلو هنر دارم میگیرم. اصلا مگه شما هنر داری من جلو هنر شما رو بگیرم؟ بفهمه این بیرون. برو بیرون. بفهمه این بیرون. اینجا خونه منه. فردا میان یقه ما رو میگیرم به عنوان
کنسرت زیرزمینی نمیدونم چی چی. بفرمایید. کنسرت فنی آقا. براتون متاسفم آقا. من برای شما متاسفم. چی رو متاسفم؟ من همه رو از چشم شما میبینم خانم. ببین ببین ارسلان، اگه 2000 خرج کرده بودی الان میتونستم برج میلاد رو برای اینا بگیرم. آخه اینا به پول میخوای واسه خودت کجا ببری هان؟ من نمیفهمم، اصلا 200 نفر بیرون منتظر این دوتا رو ببینن. آخه مگه بفرمایید. اصلا اینا که همین الان شروع کردن، اینا کی طرفدار پیدا کردن که الان 200 نفر بیرونه؟ منم همینا دارم میگم، اصلا خواننده نیستن، بی خودی براشون کنسرت گذاشتن. حالا ناراحت نکن خودتو، ولش کن. آره نه صدای درستی هم ندارن، صدای درستی داشت. بگیرینش. گل من یه چیزی واسه گفتن دارم بگم. زود بگو برو. دوربین من کدومه؟ نمیخواد، هم به خودم بگو، به من بگو. نوت وایاس لئو جان، نوت وایاس لئو، این مخاطب خاص داره، مخاطب من الان لیونل مسیه. بهش گفتم خودتو لوس نکن دیگه. پاشو بیا تیم ملی دوره هم باشی. برو عزیزم، متشکرم. بفرمایید شازده کوچولو. برو آه شازده کوچولو دیگه، بفرمایید. یک موضوع دیگه راجع به حامی مالی برنامه بگم و کلام آخر. سامانه ستاره 3080 مربع به صورت رایگان شارژ می‌خرید، بسته 10000 تومانی اول مارکت رو می‌خرید، عضو باشگاه هواداران دائمی دور همی میشید و در برنامه شرکت می‌کنید و با کسب امتیاز در قرعه کشی بزرگ تیر ماه شرکت می‌کنید. ستاره 3080 مربع. قرعه کشی بزرگ چیه؟ 10 هدیه نقدی 500 میلیون ریالی و 1000 عدد تبلت. پس یک رو به 3080 ارسال کنید. اینایی که گفتم 4 تا از خدمات ستاره 3080 مربعه. وقتی وارد این سامانه بشیم خدمات دیگه ای رو هم میبینیم که الان یه سریش هست، یه سری هم متنوع و جالبتره که بهش اضافه میشه. یه عده هم هستن که معتقدن برای خواننده شدن لازم نیست حتما صدای خوبی داشته باشیم. بهش میگه عزیزم وقتی حرف عادیت هم میزنی دور و برت خلوت میشه. میگه خب باشه، عوضش بابام کارخونه داره. میگه شینت میزنه. میگه چشام آبیه. میگه ریتم نمیشناسی. میگه من همزمان با چشمک زدن رو پنجه پا میچرخم. بعد یه چیزی دیده که یه جاهایی خواننده ها میکروفون رو میگیرن سمت جمعیت که همراهی کنن. ترانه رو چون حفظ نیست کلن در طول کنسرت اینجوریه. خودش هم چشاش آبیه، کفایت میکنه. در هر صورت شهرت چیزی نیست که آدم بتونه به راحتی ازش دست بکشه. طرف تا 30 سالگی فوتبال بازی میکنه، طرفداراش صداش میزنن سرطلایی. بعد میره بازیگر میشه، طرفدارا صداش میزنن گیشه طلایی. بعد خواننده میشه، صداش میزنن حنجره طلایی. اینه که این روزا دامنه کری های فوتبالی به عرصه خوانندگی هم کشیده شده. اونا تو کنسرت شیس رضایی موج مکزیکی میرن، اینا تو کنسرت رضا عنایتی کفتر آبی هوا میکنن. الان یه جوری شده که خوندن آخرین راه معروف باقی موندنه. یعنی وقتی تیما قرارداد نمیبندن، تهیه کننده های سینما و تلویزیون پس میزنن، طرف بیچاره ای نیست دیگه،
مجبورم خواننده شم. در یک چشم هم زدن 5000 تا سیدی میده بیرون، دو تاش مرجو میشه، 4998 تا رو کادو میده به فامیل. فوتبالیستای خارج از کشور یکم کارشون آسون تره. تا میبینم فوتبالشون داره تموم میشه میرن با یه خواننده ازدواج میکنن، بعد پرداخت مهریه منوط میشه به عدم ریزش فالوئرها طی 2 سال آیندهش. خب خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید، به ما انرژی دادید و امیدوارم همیشه در پناه خداوند بزرگ خوب باشید. همتون رو به خدا میسپارم. شب بخیر و خدا نگهدار. متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.